پنجشنبه چهارم تیر ماه 1394 خورشیدی برابر است با 25 ماه جوان یا جون 2015 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های ایران فردا، تلویزیون ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درود های من رو بپذیرید و صدای نخراشیده من رو امروز میبخشید. سعی کردم علی رغم کسالاتی که دارم بیام و برنامه رو اجرا بکنم. این هوای متلاطم لس آنجلس و به طور کلی جنوب کالیفرنیا که یک باره درجه حرارت چندین درجه بالا پایین میشه و البته شاید آلودگی هوا، که البته اصلا نمیشه راجع به آلودگی هوا این روزا صحبت کرد، اینجا شهری که آلودگیش واقعا یک مسئله عجیبی شده بود و هر روز رسانه‌های گروهی اعلام میکردن که افراد در ساعاتی از روز که ازدحام ترافیک بیشتره بیرون نیان. با برنامه ریزی هایی که کردن امروز هوای لس آنجلس یکی از تمیزترین هواهایی است که میشه راجبش صحبت کرد، ولی خشکسالی و نبودن آب برای زارعین این منطقه و همچنین آتش سوزی هایی که وقتی که هوا گرم میشه پیش میاد و هم اکنون که من با شما صحبت میکنم چندین نقطه این ایالت وسیع دچار آتش سوزی هستن، جنگل ها و کم آبی خودش مسئله شده برای مصرف معمولی و روزمره مردم ساکن به اصطلاح به خصوص شهر بزرگ لس آنجلس، متروپولیتن لس آنجلس. این کم آبی مزید بر علت شده این آتش سوزی ها که بخوان اون آبهایی رو هم که محدود هست استفاده بکنن برای خاموش کردن آبها، که خود این یک مشکل بزرگی رو به وجود آورده برای ساکنین کالیفرنیای جنوبی. از لس آنجلس تا سان فرانسیسکو راهی بود که در این فصل سال زیباترین گلها، زیباترین مزارع سبز خرم در مسیر این جاده هایی که چند جاده از اینجا میره به سان فرانسیسکو و شمال کالیفرنیا دیدنی بود و آدم لذت می برد. در حال حاضر این زمین ها تبدیل شده به کویر، برهوت، و در واقع بیلبورد ها و بنر های خیلی بزرگی رو به صورت تابلو می بینید که قدم به قدم گذاشتن که شعارهای روش نوشته شده: No water, no work, no food. نبود آب باعث نبودن کار یا اشتغال و نبودن مواد غذایی، که واقعیتی است. به هر حال ما با یه چنین شرایطی در جنوب کالیفرنیا روبرو هستیم و اون وقت در شرق امریکا سیل و عرض کنم که طوفان و غیره جان عده زیادی رو گرفته. در تگزاس یکی از دوستان صمیمی من معجزه آسا از مرگ تونست بگریزه، یعنی شانس آورد ماشین بسیار قوی و به اصطلاح USB، این ماشین های استیشنی که خیلی گردن کلفتم هست، یک باره با یک شدت جریان باران معلق شد و این دوست ما تونسته بود با خوردن مقدار زیادی از اون آب و آلوده بارانها خودش رو بکشه بیرون از اتومبیل و نجات پیدا بکنه، که هنوزم حالش زیاد مناسب نیست. و اما امروز مسائلی که مربوط میشه به این نامه اخیری که عده‌ای از دولت مردان سابق و امروز
امریکا نوشتن به آقای اوباما، آقای اوباما رو برحذر کردن که مبادا که نکاتی رو که در موافقت نامه اولیه لوزان مطرح شده بود ندیده بگیرید و این اقداماتی رو که اونا قبول کرده جمهوری اسلامی یک وقت ازیرش بخواد شانه بدر بیرون بکنه. و بعد صحبتایی که آقای خمینی، آقای خامنه ای کرده دیروز، میبخشید، و در واقع خط قرمز ها، این خط قرمز هم شده یک داستانی، واقعا خط قرمز ها رو ترسیم کردن. و بعد این مسئله جنجالی که در داخل کشور ما میشنویم، صحبت هایی که آقای نتانیاهو مطرح میکنه، و خلاصه اینها باعث شده که اون خوشبینی که عده زیادی داشتن از تحلیلگران در مورد قطعی شدن و یا قطعی دانستن امضای این موافقتنامه داره یواش یواش مقداری سست میشه و معلوم نیست که واقعا با پایان مهلت توافقنامه به امضای نهایی برسد یا نه. ولی امکان ادامه گفتگوها و در واقع تمدید مهلت میرود. هم آقای ظریف این صحبت رو کردن، هم مقامات امریکایی این صحبت رو کردن. باید دید که کار به کجا میرسه. در امریکا مسئله تبعیض نژادی که عده‌ای معتقد بودن به کلی برطرف شده، دوباره داره خودش رو نشون میده و یک جوان سفید پوست موبور که رفت به یک کلیسای سیاه پوست و 9 نفر رو اونجا در واقع قتل، به صورت قتل عام به قتل رسون، و بین اینها یک سناتور سیاه پوست که بسیار انسان والایی بود وجود داشته. این جوان 21 ساله که خودش رو در واقع پیروه بسیاری از این تندروهای سفید پوست در امریکایی میدونه، آمده و اعتراف کرده به این که رفته و این کار رو کرده و هیچ عبایی هم نداشته. الان دوباره عده‌ای که مسئله تبعیضات نژادی رو در امریکا همواره تعقیب کردن دارن در این مورد فعالیت میکنن. آقای اوباما هم از فرصت استفاده کرده موضوع رو راجبش صحبت میکنه و همچنین راجب آزادی بی بند و بار حمل اسلحه در امریکا که این هم موضوع دیگری است. اجازه بدید با توجه به کم بودن فرصتی که این برنامه داره برویم و بعد از یک شنیدن یک قطعه موسیقی خیلی کوتاه بدون کلام، صحبتمون رو با آقای مهندس حسن شریعت مداری، به مهمان ارجمند برنامه امروز در آلمان، شروع بکنیم. با ما باشید. بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه مژده دادم، امروز با آقای مهندس حسن شریعت مداری هستیم در آلمان و تشکر میکنم از اینکه لطف میکنم مثل همیشه دعوت من رو پذیرفتن و امشب با ما خواهند بود. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمتتون. منم سلام دارم خدمت شما و درود به همه شنوندگان شما. آقای مهندس، این روزها ما با یک شرایط عجیب و غریبی در مملکتمون روبرو هستیم. فرمایشات آقای خامنه ای که خط قرمز هاشون رو ترسیم کردن با تفاوت هایی نسبت به اون صحبت هایی که قبلا کرده بودن و با یک ترفند هایی که باید لابلای کلماتی رو که ایشون مطرح میکنن جستجو کرد و به نتیجه رسید که اگر بشه به نتیجه رسید، نتیجه گرفت که منظور چیست. به هر حال این درست مقارن شد با یک نامه‌ای که امروز که پنجشنبه است، عده‌ای از به اصطلاح سرشناس‌ترین شخصیت‌های آمریکایی نوشتن به آقای اوباما و او رو برحذر داشتند در مورد این موافقتنامه‌ای که داره نهایی میشه، اگر نهایی بشه، که اشاره کردن به اونچه که در موافقتنامه لوزان مطرح شده و
پنج نکته رو گفتن که باید در این راستا رعایت بکنه جمهوری اسلامی، وگرنه این توافقنامه نباید امضا بشه. در این جمع کسانی هستن که پنج نفر از این افراد کسانی هستن که در کابینه دوره قبل ریاست جمهوری آقای اوباما بودن، عده‌ایشون کسانی هستن که در کابینه آقای جورج دبلیو بوش بودن و تعداد دیگری از سردمداران سیاست امریکا. در این پنج نکته رو که اشاره کردن، یکی نظارت و راستی آزمایی است، یکی ابعاد احتمالی این به اصطلاح ابعاد احتمالی نظامی مورد بحث، مسئله سانتریفیوژ های پیشرفته هست، مسئله لغو تحریم ها هست و مسئله پیامد نقض تعهدات جمهوری اسلامی. میخواستم نظرتون رو در این مورد جویا بشم. بله، ببینید، همونطور که از مدتی پیش معلومه، علاوه بر مذاکراتی که در جریان هست و دیپلمات های پنج به علاوه یک وزرای خارجه و کارشناسان ایرانی و وزیر خارجه ایران اون رو انجام میده، و نیروهایی در خارج از این محور سعی میکنن نقطه ثقل مذاکرات رو به خارج از کمیسیون های تخصصی و جلسات حضوری پنج به علاوه یک بکشونن. در آمریکا لابی اسرائیل و در حقیقت سنا، پارلمان و عده زیادی افراد صاحب نفوذ و در ایران دلواپسان و آقای خامنه ای و دستیاران ایشون، اگر فرض بر این باشه که اینها تعیین کننده تر خواهند بود تا بدهبستان هایی که در این مذاکرات حضوری صورت میگیره، به قدری گفته های دو طرف در مقابل هم هست که باید از هم اکنون فرض کرد که توافقی صورت نخواهد. یعنی اگر فکر کنیم که تصمیم گیرنده های اصلی نه در سالن مذاکرات هم بلکه بیرون سالن مذاکرات هستند و اونها فقط عامل اجرایی اونها می باشند، این توافق به جایی نخواهد رسید. حتی اگر فرض کنیم که افراد مذاکره کننده به قدری تحت تأثیر یا مطیع جبی که در خارج هست خواهند بود که نتوانند آزادانه بدبستان کنند، در حقیقت از هم اکنون باید گفت که احتمال تمدید مذاکرات بسیار زیاده و حتی پس از تمدید هم معلوم نیست که جبی که پس از تمدید به وجود میاد بهتر از امروز باشه. تنها امیدی که هست اینه که اون که پیش میاد یک نوع مانور برای امتیازدهی و امتیازگیری باشه و اراده قوی فوق این نامه ها، فوق این سخنرانی آقای خامنه ای، فوق این مانورهای دلواپسان و سیاستمداران آمریکایی از این سو در این کار حاکم باشه که به علت احتیاج دو طرف به یک توافق این کار انجام بشه. در حقیقت به هیچ وجه سناریو شکست غیر محتمل نیست در جبهه که به وجود اومده، هرچند که هنوز نمیتوان کاملا ناامید بود و باید امید داشت که علی‌رغم همه این حرفا ممکن است که راهی برای این پیدا بشه که این مذاکرات به نتیجه برسه. خیلی ممنونم. آقای مهندس شریعت مداری، آقای جان کری میگویند که این صحبت‌های آقای خامنه‌ای مصرف داخلی داره، بعدم صحبت‌هایی که در رسانه‌ها و این ور اون ور میشه ربطی نداره به اون چیزی مسائلی که داره در این جلسات مذاکره میگذره. تا چه حد با این حرف موافقی شما؟ خب معنی این کار اینه که آقای خامنه ای در حقیقت به بز میگوید بدو و به سگ میگه بگیر، به آقای ظریف میگه برو مذاکره کن و به دلواپسان میگه که در مجلس لایحه ببرید، به شورای نگهبان میگه بلافاصله این قانون رو تصویب بکنید و دست دولت رو در پوست گردو میگذاره. این که یک حدی میتوان قبول کرد که چنینه، ولی میشه این احتمال رو هم داد که ما به ازای حل این مسئله به دو دلیل برای ایران دیگر اون جاذبه قبلی رو نداره.
یک اینه که پولی که بعد از این قضیه بلافاصله آزاد بشه و به درد اقتصاد ایران بخوره به قدری کم و ناچیزه که صرف نظر کردن از اون چندان مشکل نیست. از طرف دیگه اوضاع منطقه به قدری حساس میشه که ایران امید داره که با تکیه به اوضاع منطقه اگر مذاکرات طول بکشه شاید بتواند امتیازات بیشتری بگیره. بنابراین به این دو دلیل شاید، فقط حدس منه و بر مبنای اطلاعات نیست، شاید آقای خامنه ای هم عجله ای نداره که آخر هفته آینده حتما این سند ممحور بشه و تمام بشه قضیه و قال قضیه کنده بشه. شاید او هم دل به این داره که اگر این قضیه طول بکشه خب ضرر چندانی که نداره، برای اینکه تا شکست نخوره مذاکرات آمریکایی‌ها تحریم‌های شدیدتری نخواهند گذاشت، در حقیقت در به همین پاشنه میچرخه، ایران لنگ لنگان اداره میشه، ولی اوضاع در منطقه به ضرر ایران نیست و ممکن است با تکیه و اهرم‌هایی که ایران در منطقه داره در آینده با توجه به احتیاج آمریکا به همکاری با ایران بشه امتیازات زیادتری گرفت. به همین دلیل ممکنه که چندان عجله‌ای در این نداشته باشه که آخر هفته آینده این قضیه تمام بشه و تمدید اون رو به نفع خودش بده. آقای شریعت مداری، پس جناب عالی معتقدید که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی به خصوص آقای خامنه ای آنچنان مستأصل نیست به گونه ای که عده معتقدن که تن در بده به این که با شرایطی که به اصطلاح مطلوب نظر او و دلواپسان و این گروه هایی که واقعا جالبه که این دلواپسی به خاطر چی هست؟ حالا برای اینکه این دلواپسان تنها دلواپسی که ندارن راجب تمامیت و شرایط داخلی کشور هست. به هر حال پس معتقدید که این استیصال الان وجود نداره که واقعا اینا بخوان عجله بکنن برای امضای یک چنین موافقت نامه، اینطوره؟ یعنی استیصال خود کننده ای در وضع موجود که مسئله روزانه باشه برای حکومت وجود نداره. البته در میان مدت تحمل همین سطح از تحریم ها هم غیر ممکنه و این رو آقای خامنه ای و دلواپسان و گروه های وابسته شون میدونه. اما اگر اینطوری محاسبه کنن که اگر ما این قرارداد رو امضا کنیم بس خیلی بهتر نخواهد شد، ولی اگر امضا نکنیم و به قول خودشون اقتصاد مقاومتیمون رو ادامه بدیم، اوضاع منطقه در جهتی است که ما اهرم‌های جدیدی برای امتیازگیری پیدا خواهیم کرد و بنابراین بهتره که چانه‌زنی رو ادامه بدیم و در حقیقت طول بدیم قضیه رو، به خصوص که آقای اوباما هرچه به انتهای دوره ریاست جمهوریش نزدیک بشه تعبیر آقای خامنه ای در سخنرانیش صراحتا این بود که آمریکا به این موفقیت احتیاج داره و او بر روی این حساب میکنه که آقای اوباما، در حقیقت منظورش از آمریکا آقای اوباماست، در آخر دوره ریاست جمهوریش شدیداً به این پیروزی تاریخی احتیاج خواهد داشت. خب بینندگان گرامی، این تلفن‌های همراه در کارهای ما یه مقداری گاهی اخلال میکنه، ولی خب این وسیله ایست که این روزا هممون بهش احتیاج داریم و وابستگی پیدا کردیم و چاره ای هم نیست. یعنی دیگه شما هر کسی رو که میبینید یک دونه از این تلفن‌ها دستش و توی خیابون و توی مجامع عمومی و غیر ذالک مشغول، عرض کنم حضورتون که نگاه کردن، پیغام فرستادن، پیامک فرستادن و پیغام گرفتن و این گونه مسائل است. آقای مهندس شریعت مداری، آقای خامنه ای اشاره کردن به یک فرد معتبری که واسطه شدن آمدن در واقع به گونه ای مطرح کردن که آقای اوباما التماسگونه خواستن ازشون که بیان و مشکلات بین ایران و امریکا رو حل بکنن و گفته میشه که منظور ایشون سلطان قابوس است. میخواستم نظرتون رو راجع به این گفته ایشون جویا بشم و بعد هم سوالات دیگه ای که دارم در زمینه همین صحبتهایی که ایشون کردن. ببینید،
ما هنوز اطلاع دقیقی در این که سلطان قابوس به ابتکار چی پیش قدم شده؟ آیا ابتکار شخصی خودش بوده و به هر طرفه اون یکی در مشتاقین گفتگوز یا این که یکی از طرفین پیش قدم شدن؟ ندار. ولی واقعیت اینه که آقای خامنه ای در دوره آقای احمدی نژاد آقای ولایتی رو سرپرست هیئتی کرده که این مذاکرات رو شروع کرد. ایشان در حقیقت میخواست بگه که هم شروع مذاکرات به ابتکار من بوده و همچنین با لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسید ختم مذاکرات هم در شورای امنیت ملی خواهد بود و اونجا تایید نهایی رو خواهد کرد که در حقیقت آقای خامنه ایست. بنابراین میگفت که در حقیقت میخواست بگه که آقای روحانی عامل اجرای مندیات من بوده و دولت ایشون در حقیقت اون چرا مذاکره میکرده که من نقشه کشیده بودم. میخواد که اگر توافقی حاصل شد و افتخاری نصیب شد این افتخار به حساب آقای روحانی و به خصوص به حساب انتخاباتی ایشون واریز نشه و معلوم بشه برای تک تک مردم ایران که این افتخار اگر افتخاری است به حساب ایشون باید واریز بشه. و همچنین ایشان چنون دو لبه صحبت میکنه و چنون همواره جنبه های منفی قضیه هم بزرگ میکنه که اگر افتخاری هم نبود و شکستی هم نصیب ایران شد آنگاه بگوید که من با اون مخالف بودم و این دولت بود که فشار می آورد و نمیگذاشت که حرفایی که من میزنم درست پیش بره. ایشون روی دو تا صندلی نشسته و هنوز تصمیم نگرفته که کدوم یکی رو تصاحب کنه. اینکه ابتدای مذاکرات با ابتکار چه کسی بوده و چه گونه شروع شده در پرده ای از ابهام و هنوز ما نمیدونیم. خیلی ممنونم آقای شریعت مداری. این تک ماده ای که در مجلس در واقع به تصویب رسید به نظرتون یه چیز خیلی مضحکی نیست که با شداد و غلاظ در قسمت اولش راجع به همین موافقت نامه که باید به تصویب مجلس برسد و چنین و چنان و بعد ماده سومش میگوید که ولی نهایتاً اگر که رهبر معظم جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن و هر جوری که ایشون بخوان ما عمل خواهیم کرد، این معنیش چیست؟ اصلا دلیل مطرح کردن یک چنین موضوعی در مجلس و این رأی گیری و این نمایش چیه؟ آیا این رو یه نمایش نمیبینید و نتایجی رو که میخوان بگیرن ازش این رو نمیشه واقعا به حساب مصرف داخلی گذاشت؟ والا اون چی که مربوط به ایرانه با وجود اینکه یک تقلیدی از چیزیست که در سنای آمریکا میدارد حتی طرح تصویبش، ولی همه میدانن که با یک حکم حکومتی حتی اگر قانون خیلی غلاظ و شدادی هم بود آقای خامنه ای میتونست اون رو به یک طرف بگذاره. در استبدادی مثل ایران ماده واحده و تصویب مجلس و همه اینها اون هم به وسیله کسانی که نماینده مردم نیستند همیشه تحت تأثیر یک حکم حکومتی است و یک حکم حکومتی اونها رو میتونه به کنار بزنه و تصمیمی از بالای سر اونها بگیره. بنابراین من فکر نمی کنم که سیاستمداران آمریکایی خیلی دلواپس این ماده واحده و تصمیم مجلس بوده باشند و دولت آقای روحانی هم فکر نمی کنم که خیلی دلواپس این قضیه باشه. بیشتر اون چی که همه رو نگران کرده مواضع اخیر آقای خامنه ایست که همه فکر میکردند این اواخر ممکنه در هفته آخر سکوت کنه، ولی با اطلاعاتی که حتما ایشون داشت از نامه‌ای که در آمریکا تنظیم خواهد شد پیش دستی کرد و خواست که در حقیقت سنگ اول رو او بندازه و این کار رو او شروع کرد و این نامه سیاستمداران آمریکایی یک دو روز بعدش در حقیقت منتشر شد. خیلی متشکرم. در ضمن صحبتاشون آقای خامنه ای به نعل و به میخ زدن هاشون دیگه واضح هست که همواره بوده و هست، همونطور که
اشاره کردید روی دو تا صندلی نشستن ایشون. در مورد پشتیبانی و حمایت از گروه مذاکره کننده که اونها رو افرادی بسیار معتقد و بسیار صادق و بسیار قابل اعتماد و ملی در واقع تعریف کردن، این با اون صحبتایی که ایشون کرد سایر صحبتاشون خوانایی نداره، اینطوره؟ بله، ایشون از حالا علاوه بر اون که خیلی وقتها به دولت هم اشاره و کنایه هایی داشت، مخصوصا اگر توجه کنیم که قبل از این سخنرانی آقای روحانی سخنرانی کرده بود و در جهت سیاست های دولت در جهتی کاملا متناقض صحبت کرده. بنابراین این که انسان تیم مذاکره کننده رو افرادی امین بدونه ولی حرف هایی بزنه که در حقیقت با مذاکرات اونها در تناقضه، در حقیقت میگوید که اونها عامل دست من هستند و اگر زیاده روی هایی هم کردن بعدن جبران خواهم کرد، چون افراد صادق و امینی هستند و فقط حرفای من رو اطاعت میکنن و اختیارات دیگه ای ندارن. البته این به مقدار واقعیته و متاسفانه واقعیته، برای اینکه وقتی شما عده ای را برای مذاکره میفرستید اگر دست بازی نداشته باشند و کت اونها رو بسته باشید، خب مذاکره در فضای بسیار سختی انجام میشه و اغلب هم به نتیجه نمیرسه. ایشون به هر صورت میخواهند به کردن‌ترین افراد در ایران هم حالی کنند که ابتکار عمل دست منه و مبادا فکر کنید که دولت آقای روحانی کاری است و این افراد که مذاکره میکنند از خودشون اختیار دارند. هرچند افراد امینی هستند ولی چون امانت دارند حرفهای من رو منتقل خواهند کرد و بر سبیلی که من ترسیم کردم در حقیقت حرکت خواهند کرد. ایشون چندین جا میگوید من به شدت مخالفم و نمیگذارم، ولی در عین حال بعد از اینکه به شدت مخالفت میکنه یه راه گریزی هم در جمله بعدی میگذاره، یعنی راهی میگذاره که اگر توافقی خواست انجام بشه به قسمت دوم حرفای ایشون استناد بشه و راه مسدود نشه. بنابراین در حقیقت میشه گفت که ایشون تکلیف خودشون رو نمیدانند آیا باید دلواپسان سپاه و گروه های امنیتی رو تقویت کنند یا دولت رو، ولی این رو خوب میدونن که اگر این مذاکرات به شکست بیانجامد طرح سناتور مندز پشت در هست و بلافاصله تحریم های شدید و سختی در عرض مدت کوتاهی و پشت سر هم تصویب خواهد شد، تحریم هایی که اگر تصویب شد دیگر مقاومت در مقابل اونها امکان پذیر نخواهد. آقای مهندس شریعت مداری، صحبت هایی که از آقای لورن فابیوس میشنویم وزیر خارجه فرانسه یک کمی تند و انتقادی هست نسبت به اونچه که در ایران میگذره و برخلاف آقای جان کری، لورن فابیوس این صحبت های خامنه ای رو جدیتر تلقی میکنه. چیه نظرتون؟ تا چه حد وزنه ای رو که او هست در این مجموعه میتونه اثرگذار باشه؟ خب البته هر کدوم از اینها مخالفت جدی بکنن مذاکرات بسیار سخت میشه، ولی تجربه نشون داده که وقتی 5+1 تصمیمی رو که گرفت متحدن در میز مذاکره اون رو در حقیقت ازش پشتیبانی میکنه. تا کنون ما موردی نداشتیم که در تصمیمات 5+1 بین خود اعضا در داخل سالن کنفرانس، سالن مذاکره به مشکل جدی خورده باشد. اون چی که هست، منافع فرانسه و آمریکا در این مسئله مقداری فرق داره و فرانسه از این فرصت استفاده میکنه که به کشورهای عربی و اسرائیل نزدیکتر بشه و معاملات تجاری رو هم در نظر داره و تونسته که در این فرصت پیش ببره. در حقیقت اسرائیل و عربستان سعودی هم میخواهند از این احتیاج فرانسه استفاده کنند و اون رو بیشتر تشویق کنند که خط سختری رو نسبت به
گروه آقای اوباما در مذاکرات پیش ببرد. اما من فکر میکنم علی‌رغم همه اینها یک توافق عمومی بین اروپا و آمریکا وجود داره و اون این هست که در چارچوب عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای نرمش و انعطاف کافی داشته باشن، ولی اونجایی که پای ریسک به وجود بیاد و واقعا ایران بتواند از درس‌هایی در مذاکرات سوء استفاده بکنه و به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، من فکر میکنم آقای کری هم همان صحبت‌های آقای فابیوس رو خواهد زد و در این مسئله فرقی نخواهد. خیلی متشکرم. آقای مهندس شریعت مداری، در مورد نقشی که حالا که اشاره کردید به نقش فرانسه و به اصطلاح منافعی که داره در مجموع این قضايا، میخواستم ازتون خواهش کنم که یک توضیح هم راجع به نقش روسیه بدید در این مجموعه. بله، ببینید، روسیه به دو دلیل همواره پشتیبان ایران هست، ولی در حدی که ریسک دستیابی ایران به سلاح اتمی جدی نشه. این دو دلیل، یکی این است که ایران رو در حقیقت حیات خلوتی میداند که هنوز ناتو در اون نفوذ نکرده. شما میدونید که ناتو سلاح‌های خودش رو در کشورهای اروپایی هم مرز با روسیه مستقر داره میکنه و تنها مرز طولانی که ناتو بهش دسترسی مستقیم و غیر مستقیم نداره، این بیش از 900 خورده کیلومتر مرز مشترک ایران و جمهوری های روسیه است که برای روسیه بسیار جمهوری های باقیمانده از اتحاد جماهیر شوروی هست که برای روسیه بسیار مغتنم وجود یک چنین فضایی که ناتو در اون نفوذ نکنه. از طرف دیگه ایران یک متحد استراتژیک تا حالا برای روسیه بوده و هرچه این مذاکرات بیشتر طول بکشه، این اتحاد استراتژیک هم طول بیشتری خواهد داشت، برای اینکه برای روسیه واضح است که بعد از امضای این قرارداد این احتمال هم پیدا میشه که ایران به تدریج از روسیه دور بشه و به آمریکا نزدیکتر بشه یا یک حالت بی‌طرفی در این بین بگیره، و این چیزی است که برای سیاست خارجی روسیه هزینه‌زاست به علت موقعیت حساس ایران. بنابراین از یک طرف روسیه به هیچ وجه نمیخواد که در همسایگی خودش یک قدرت اتمی داشته باشه، یک قدرت اتمی مانند ایران رو داشته باشه، از طرف دیگر علاقمند نیست که به این زودی ها این مذاکرات به جایی برسه و در حقیقت قرارداد منعقد بشه. او هم مثل آقای خامنه ای به طول مذاکرات بیشتر علاقه داره، ولی به شکست مذاکرات علاقمند نیست. متشکرم. آقای شریعت مداری، آقای سفروف که یکی از به اصطلاح سخنگویان آقای پوتین هست و به فارسی مسلط است، میگوید که ایرانی که با امریکا نزدیک بشه و اختلافاتش از بین بره خطرناکتر از بمب اتمی است که ایران ممکنه بسازه. چیه نظرتون راجع به این هم؟ من فکر میکنم ایشون کمی اغراق‌آمیز نسبت به سیاست روسیه اینو میگه. در حقیقت میخواد همین مسئله رو که من عرض کردم به زبان دیگه بگه. از یک طرف ایران اتمی برای روسیه قابل تحمل نیست، از یک طرف ایرانی که متحد آمریکا بشه. حتی اکثر یک ایران بی‌طرف در آینده میتواند با همان سیاست موازنه منفی که مرحوم مصدق داشت، بله، این اختلاف منافع رو به صورت راهبردی مدیریت بکنه، وگرنه به هر صورت ایران باید منتظر چالش از هر دو سو باشه برای اینکه این رقابت بین روسیه و کشورهای غربی داره به مراحلی میرسه که شروع جنگ سرد جدیده. هرچند گفتن جنگ سرد مقداری مبالغه آمیزه، برای اینکه شاید روسیه در شرایط اون موقع نیست، ولی واقعا حالت تخاصمی که بین پوتین و کشورهای غربی وجود داره با وجود اینکه ایدئولوژیک نیست داره به چنین مراحل خطرناکی میرسه.
آقای مهندس، تا چه حد حرفهای آقای خامنه ای فکر میکنید که قوت و قدرت بیشتری بده به آقای نتانیاهو با این به اصطلاح روشی که پیش گرفته که از هیچ فرصتی دریغ نمی کنه که بیاد و بر علیه ایران و به اصطلاح اتمی شدن ایران، مسلح شدن ایران به بمب اتم صحبت بکنه و هر فرصتی که پیدا میکنه چه در داخل اسرائیل و چه در خارج، تا چه حد این آب میریزه به آسیاب؟ صحبت‌های خامنه ای آب میریزه به آسیاب ایشون؟ من فکر میکنم که استدلالات آقای نتانیاهو همه میشناسن، ولی قسمت مخرب صحبت‌های آقای خامنه ای در اینه که بسیاری از دموکرات‌هایی رو که تا حالا دودل بودن یا جمهوری خواهانی رو که یک رئال پلیتیک واقع گرایانه بیشتری رو در پیش گرفته بودن به سمت رادیکال تر شدن سوق خواهد داد و اونها رو بیشتر تحت تأثیر صحبت‌های آقای نتانیاهو قرار خواهد داد. در حقیقت بیش از آقای نتانیاهو این آقای خامنه ایست که این اتحاد لابی‌های وابسته به اسرائیل رو در آمریکا ممکن میکنه. ایشان شاید فکر کنه که با این کارش داره جواب قاطعی میده یا کمک میکنه به تیم مذاکره کننده که قدرت چاندزنی بالاتری داشته باشن، ولی شاید از این اثر گفتهاش غافله که در سنای آمریکا این نقش مخرب باعث خواهد شد که همه قطعنامه های بعدی هم با اکثریت قریب به اتفاق آرا تصویب خواهد شد و سنا هیچ دقدقه ای برای تصویب مصوبه های آیندهش با این لحن ایشون و با این برخورد ایشون نخواهد داشت. و میدانیم که در آمریکا یک حکم حکومتی وجود نداره و باید مصوبه های سنا رو جدیه، نمیتوان مانند ماده واحده مجلس ایران اون رو به شوخی گرفت و اینطور تصور کرد که آقای اوباما هر کاری خواست میکنه علارغم این مصوبه ها و اراده خودش رو پیش میبره. آقای اوباما منتخب دموکراتیک یک نظام مبتنی بر دموکراسی است، اختیاراتش محدود هست و سنا دست و پای اون رو میتونه ببنده و با هر کدوم از اون مصوبه ها عرصه رو بر اون تنگتر کنه و آقای خامنه ای با این در حقیقت ندانم کاری های خودش داره این مسیر رو هموار. خیلی متشکرم. ببخشید آقای مهندس شریعت مداری، یه مقداری بریم بپردازیم به شرایطی که در داخل کشورمون این روزا حکم فرماست. رژیم علارغم صحبت‌های شیرینی که آقای شریعت مداری، آقای روحانی کردند در مورد آزادی مطبوعات و هنرمندان و غیر ذلک به هنگام مبارزات انتخاباتیشون و حتی بعد از روی کار آمدن، در واقع تبدیل شده به یک شیر بیال و دمشکمی که هر حرفی که میزنه عملا گروهی هستن که یه عده اونها رو خودسر به حساب میارن، یه عده میگویند که در واقع اینا کسانی هستن که در داخل رژیم اگر که بخوایم طبقه بندی بکنیم همونطور که گفتید حکومت اینها رو بسیج میکنه و میفرسته، به هم زدن سخنرانی ها، کتک زدن سخنرانان، حتی نمایندگان مجلس، عرض کنم حضورتون که لغو کردن کنسرت هایی که از طرف اون نهاد مسئول تصویب شده اجازه گرفته، تمام اینا مسائلی است که داره میگذره و بسیاری از مزایقی که روز به روز بیشتر و بیشتر روی مردم ما داره تحمیل میشه، این چه داره میگذره در این زمینه ها؟ من فکر میکنم که هرچه به انتخابات نزدیکتر بشیم این تنش ها بیشتر خواهد شد و عمده قضیه در این هستش که این نقش تدارکاتچی بودن یک رئیس جمهور اگر بخواهد در محدوده قوانین موجود و تعادل قوای داخل حکومت رفتار بکنه هر روز بر مردم واضح تر میشه. یا باید رئیس جمهوری باشه مثل احمدی نژاد که هیچ ملاکی نداشته باشه و هر کاری دلش میخواد بکنه و مملکت رو به هر سو که میخواد بکشونه، حتی پنجه به روی رهبری جمهوری اسلامی در مواقعی بکشه، و یا اگر انسانی بود که خواست
قوانین موجود رو رعایت بکنه و در داخل تعادل موجود حکومتی عمل بکنه اختیاراتش بسیار محدود. البته اگر ما رئیس جمهوری داشتیم که در عین همه این حرفا جرأت رجوع به مردم داشت و مردم را تشویق میکرد تا از او پشتیبانی کنند، خب تعادل قوا به هم میخورد، به زودی هم به هم میخورد. ولی چنین رئیس جمهوری در سر کار نیست، برای اینکه از عاقبت کار میترسه، میترسه مثل بنی صد بشه. بنی صد نمونه واضحی است از رئیس جمهوری که خواست به مردم مراجعه کنه و کنار گذاشته. بنابراین آقای روحانی چون از درون یک شبکه امنیتی داخل این نظام آمده، خوب میداند که بر سر او چه خواهد آمد اگر بخواهد که رجوع مستقیم به مردم بکنه. به هر صورت این ریسک رو نخواهد کرد. سابقه تا کنونیش نشون میده که اهل این حرفا نیست و در داخل حکومت هم تعادل قوا به نفع اون نیست. شما در استیضاح ها، در رأی‌گیری های داخل مجلس افرادی رو که به جناح دولت وابستن تعدادشون رو میتوانید بشمرید. اونها حتی یک سوم نمایندگان مجلس نیستند. این مجلس از تسخیر سپاه و نیروهای امنیتی است و البته در تسخیر آقای لاریجانی و فراکسیون پیروان ولایت که گوش به فرمان ایشون هستند و ایشون هم گوش به فرمان آقای خامنه ایست. بنابراین آقای روحانی در تعادل موجود درون حکومت شانسی برای ارزندام نداره. ایشون امیدش این بود که بتواند این مسببه اتمی را به سرانجامی برسونه، مذاکرات به جایی برسه که تبدیل به یک توافقنامه بشه، اون رو به حساب افتخارات خودش واریز کنه، در جبهه انتخاباتی به مردم رجوع کنه و مجموعاً بتواند مجلس رو برای دوره آینده به تسخیر خودش در بیاره تا بتونه تعادل داخل نظام رو به هم بزنه. ولی قرائن این رو نشون نمیده. آقای خامنه ای از هم اکنون میخواهد این دستاورد رو مصادره کنه و همونطور که واقعیت هم شاید این هست، میخواهد همون سهمی رو با آقای روحانی بده که اون سهم از آن اوست، یعنی سهم مذاکره رو، سهم شروع مذاکرات و ختم مذاکرات رو میخواد در حقیقت در اختیار خودش بگیره و نگذاره که آقای روحانی از این دستاورد در مبارزه انتخاباتی استفاده کنه. بنابراین قرائن نشون نمیده که مجلس آینده هم چیزی بشه که آقای روحانی از اون سهم شیر داشته باشه و بتونه به وعده هایی که داده عمل کنه. آقای مهندس شریعت‌مداری، الان شرایطی که در کشور اون حکم فرما هست، سوء استفاده های مالی و صحبت هایی که حالا همین یکی دو روز گذشته راجع به آقای کامران دانشجو شد که قبلا ایشون خب یک ادعایی رو که کرده بود معلوم شد واهی بوده و مدرکی از یک دانشگاه معتبر انگلیس نداشته و گفته بوده که از اونجا مدرک داره و بعد الان سوء استفاده های مالی که روز به روز هر روز داره یکیش رو میشه و سوء استفاده های میلیارد تومانی و میلیارد دلاری، اینا چی میشه؟ آقای خامنه ای میگه که زیاد کشش ندید. آیا واقعا فریادرسی نیست در این زمینه ها که بررسی بکنن ببینن این پولا کجا رفته، چی شده، چجوری این یک فرد یا افرادی تونستن یک چنین سوء استفاده هایی رو بکنن؟ ببینید، دستگاه قضایی در اختیار آقای صادق لاریجانی است و ایشون هم به این امید هست که رهبر آینده مملکت بشه. بنابراین نهایت کوشش رو داره که از خط رهبری تجاوز نکنه. در حقیقت آقای احمدی نژاد و تیمش هر تخلفی کرده باشن در دوره خودشون مورد حمایت بودن و بنابراین دست بازی برای چپاولی داشتن که این روزها دولت آقای روحانی با تلاش مذبوحانه میخواد اونها رو رسانه‌ای کنه. ولی خودش هم میدونه که وقتی اینها تحویل دستگاه قضایی داده شدن و عناوین مختلفی مانند آقای رحیمی به مرخصی خواهند رفت و پولها هم وصول نمیشه، چیزی که خزانه دولت نمیاد
و این بابک زنجانی ها از درون سلول های خودشون تجارت های خودشون رو دارن میکنن و اصولا معلوم هم نیست که در درون سلول های خودشون باشه. بنابراین دولت تنها جایی که برای عرض اندام پیدا کرده یکی سخنرانی های نسبتا روشنگر آقای روحانی است، یکی هم حمله به دوران احمدی نژاد و رو کردن فساد اون دوره است. اگر این دو کار رو هم کنار بگذاره دیگه شما از دولت اثری در داخل مملکت نخواهید دید. قوه قضاییه هر روز اعدام میکنه، هر روز آدم ها رو میکشه به عناوین مختلف و زهر چشم میگیره و آقای روحانی در سخنرانی هاش حتی اکثر میگوید که در خلاف قانون نباید کرد یا اجتماعات رو به هم نباید زد یا زنها نیمی از مملکت هستن اونها رو نباید به گوشه ای راند و با این گفتار درمانی مشکلات مملکت حل نمیشه. الان واقعا شده مثل دوره دوم آقای خاتمی و فقط صحبت هایی است که نتیجه عملی نداره. در سطح اقتصادی هم با وجود اینکه تا کنون دولت آقای روحانی توانسته است حداقل مقداری به انضباط رفتار کنه و نتیجه این انضباط کم شدن تورم هست، ولی اگر مذاکرات به جایی نرسه این قضیه درست برعکس خواهد شد و روحیه مردم دیگر روحیه کنار آمدن با این سختی ها نخواهد بود، ناامیدی بسیار زیاد خواهد شد و اثر خودش رو در اقتصاد به شکل یک رکود تورمی بسیار بزرگتری دوباره نشون خواهد. خیلی متشکرم آقای مهندس. شما پیش بینی اگر بشه کرد در مورد نتیجه این مذاکرات که عده‌ای تا همین یکی دو هفته پیش معتقد بودن که باید موافقت نامه رو امضا شده تلقی کرد یا با این شرایطی که دیده میشد، به نظر شما کار به کجا خواهد کشید؟ زیاد مدتی نمونده به پایان مهلت. من فکر میکنم کار به تمدید میکشه و زمان هم به نفع نتیجه مذاکره نیست. دو طرف در مسابقه افتادن که دائما پیچ موانع رو تندتر و گذار از اون رو سختتر میکنند. این در حقیقت مانع تراشی و سر راه هم دیگر یک حالت صعودی و پلکانی پیدا کرده و همونطور که میدانید و علنا گفته شد هفته سرمایه گذاری بزرگ اسرائیل بر روی لابی های خودش است که در آمریکا این مشکلات رو زیاد کنه، در ایران هم گروه های امنیتی سپاه و اونهایی که به دلواپسان معروفن از هر کاری که از دستشون بیاد دریغ نخواهند کرد و اونهایی که به روسیه نزدیکتر هستند هم نقش خودشون رو در ایران ایفا خواهند کرد. بنابراین هر چه زمان بگذره حصول به توافق سخت‌تر میشه و این بالکل تصور اشتباهی است که فکر میکنن که مذاکرات رو طولانی کنن شاید بتوانن امتیاز بیشتری بگیرن. اوضاع هر روز متاسفانه بدتر خواهد. خیلی ممنونم آقای مهندس کریمت‌مداری، به شما شب بخیر میگم، دیر وقت شب هست اونجا، و تشکر میکنم از اینکه بار دیگر محبت کردید و در برنامه گرگه شرکت کردید. خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از فرصتی که به من متشکرم و تا فرصتی دیگر که در خدمتون خواهم بود بهتون شب بخیر میگم. خواهش میکنم. بینندگان گرامی، برنامه امروز گلگشت هم در اینجا به پایان میرسه. با تشکر از امیر درخشان و آقای مهندس حسن شریعت مداری تا هفته آینده که با برنامه دیگری از سری برنامه گلگشت در خدمتون خواهم بود با اتون خداحافظی میکنم. روز و روزگار به شما خوش.